سلام، ما دوباره برگشتیم با ویدیوکست بی حساب. خب امروز می‌خوایم در مورد یه مسئله صحبت بکنیم که هشتگ بزرگ و پرتکراری شده توی فضای مجازی و فضای واقعی هم که خیلی صحبت در موردش میشه. مقوله تجاوز. معادل جنبش میتو در آمریکا توی ایران یه جورایی راه افتاده. من یه خلاصه بگم که چجوری این اتفاق افتاد و چجوری شروع شد، بریم توی بحث. همه چیز از اونجا شروع شد که چند تا از دانش آموزهای پشت کنکوری اتهام زدن به معلم کنکورشون که بهشون تجاوز کرده، معلم مرد کنکورشون. بعد هم ظاهرا نتونستن اثبات کنن، توییت رو برداشتن و حتی عذرخواهی کردن. حالا درست گفتن یا نه، الله اعلم. اومد جلو و کشیده شد به سلبریتی ها، کشیده شد به هنرمندا، کسانی اتهاماتی وارد کردن به افرادی که بعضی هاش ظاهرا نزدیک به واقعیت میاد واقعا و بعضی هاش شکل صرفا سوء استفاده یا تهمت زدنه که اون هم کامل نمیشه اثبات کرد. حالا اسمایی آورده شده. من فکر میکنم اولی خورده آشنا بشیم با بچه ها. آقای احمدی هستن، آقای استیری، نیکان و اردشیر. میگه همیشه تو بی‌حساب اینجوری گفتیم دیگه. میخواین ما از چهره های زیباتون پرده گشایی کنید؟ چیکار شما بعدش نگه ما هم بعده گردن من نندازی تا کرونا گرفت. نه ما فاصله همون هم خوبه البته، یعنی اوکیه، اون یک متر و نیمو داریم از هم دیگه. آره بعد از این همه وقت اومدی در مورد آره خیلی چیزه آره حالا داک بودنش اصلا سخت صحبت کردن در مورد، چون هر جوری بخوای نظرت بگی قطعا مخالفان زیادی داره. به نظرم خیلی موضوع ولی مهمیه. خیلی موضوع مهمیه. از دو جهت، چه اونایی که میگن دارن سوء استفاده میکنن، اگه این اتفاق داره میفته خیلی مهمه که بررسی شه، چه اونایی که واقعا بهشون تجاوز میشه بتونن بگن. اینم خیلی مسئله پر اهمیتیه به نظرم. اما یه مسئله که هست اینه که چرا این جنبش، خب خیلی مثلا تومه تجاوز بودن پسر و دختر، چرا انقدر این قضیه تجاوز به خانم ها بولد شده؟ یه مسئله است، چون مخصوصا توی ایران خیلی اتفاق میفته و قبلا هم خیلی بیشتر اتفاق میفته. مرد ها هم، یعنی پسر بچه های کوچولو هم خیلی تومه این قضیه شدن و اونها هم آسیب دیدن بالاخره این قضیه. آره، دو تا عکس منتشر شد از یک نفر دیگه و آقای امامبردی گفتن این زنه کتاب فروشی داشته و تورهای ایرانگردی برگزار میکرده و انگار به دانشجوهای کلی شاکی داشته از سمت دانشجوهای هنر، یه همچین چیزی من دیدم و تا جایی که شنیدم دستگیر شده. نمیدونم شما شنیدین یا نه. خب موضوع تقریبا جدی به نظر میرسه. ما همینجا بگم، ما هیچ کس رو نه قضاوت میکنیم نه رأی میدیم که این کارو کرده یا نکرده. ما نمیدونیم، روایت میکنیم و نظرمون رو. من مشکلم با چنین جنبشی اینه که وقتی اتهام وارد میکنی، مثلا شما به یکی میگی دوست، خب اگر چون اتهام وارد کردن یه ذهنیت ایجاد میکنه، یعنی گوش ذهن مردم میره که این ممکنه دوز باشه، بالاخره اتهامش زدی دیگه. وقتی به یکی میگی دوز، تبعات چندانی نداره اگه واقعا بیگناه باشه، یعنی زندگیش نابود نمیشه. یه اتهامی بهش وارد شده، یه چیز تلخی بوده، یه دوره ای هم حالا مثلا یه ادم فکر میکنه این دوزه. وقتی میگی که متجاوزه، شما عملا زندگی اون آدمو نابود کردی و هیچ راه برگشتی هم نیست. یعنی محسن نامجو یا مثلا چه میدونم ایکس ایگره، هر کسی که الان اسمش مطرح شده، اینا واقعا خیلی سخت میتونن برگردن باشه. پس جنبشیه که خیلی 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 پر ریسکه. یعنی ما برای اینکه بخوایم آدم ها رو متهم بکنیم به همچین چیزی، باید دلایل بهتری داشته باشیم، حداقل باید دفاعیاتشون هم بشنویم، حداقل باید یه دادگاهی باشه و اینا برگزار نمیشه. همون اولی که مطرح میشه این ذهنیت ایجاد میکنه ممکنه این کارو کرده باشه و این ذهنیت هم پاک نمیشه. یه حالت دیگه هم هست که مثلا طرف، من چون یه موردم بود به نیکام میگفتم، یه آقاییه که در گذشته اینشون به پسرها تجاوز میکرده، خب سلبریتی هم هست و این آدم الان زندگی داره، آدم خوبی شده، اتفاقا خیلی هم فعالیت اجتماعی داره، کلا این آدم متحول شده. این رسانه‌ای شده اتفاقی که نه نشده اون آدمو رسانه‌ایش نمی‌کنین؟ نه چرا بکنیم، همین بس هم همینه. میگم که این آدم، این رپر، داره میگه
این یه آدم دیگه شده، یه زندگی دیگه شده و یه فعالیت‌های مثبتی داره و الان گفتن این فقط این آدم و این زندگی و این ازدواجش و این شخصیت رو به کل نابود میکنه. هیچ کس قائل نمیشی برای اون کسی که بهش تجاوز شده بتونه حقش رو بگیره. یعنی چرا این مثلا هست وقتی یه نفر متجاوزه به یک نفر یا چند نفر، به هر حال یک جرمی رو مرتکب شده و یک روحی رو کشته که باید تابانی بابتش پس بده. اما اینکه ما بیایم حتی اگه سنش خیلی بالا باشه، بله سلابه باید بکشن. یعنی الان مثلا آیدین آقداشلو بقیده شما حقشه؟ من نمیدونم اثبات شده. نه اگر این کارو کرده باشن حتما باید. یعنی یه شرط سنی و بعد چیز باید، چون این یه چیزیه بر من به نتیجه هم نرسیدم که مثلا آیا باید لحاظ بکنیم بگیم حالا یه نفر پیر مرده گناه داره مثلا حالا دیگه چرا؟ نه نباید لحاظ کنیم. بالاخره اون بچه‌ای که یا اون خانومی که بهش تجاوز شده مورد ظلم قرار گرفته و چیز خیلی وحشتناکی هم هست، تجربه وحشتناکیه و خیلی شرایط بدی رو داشته و چرا نباید از حقش دفاع بشه. یه مسئله که وجود داره اینه که اصلا چرا بیاین در مورد این حرف بزنیم که چرا اکثر کسایی که میان میگن ما تجاوز شده چند سال گذشته از اون اتفاق، چرا همون موقع این کار نکردن؟ به نظرتون چرا؟ دلیلای خیلی زیادی داره. یکی این که جامعه ما تو ایران، حالا من تو نمونه خارجیش هم دیدم همینطوریه، یک گاردی دارن که حالا آبرو یا هر چیزی که نگن و خیلی هم نمیان این ماجر رو بگن. به نظر من این گور گرفتن این جنبش الان، حالا خیلی توییت های زیادی را گلش میشه، به خاطر این استحکاک هم باشته یا این کینه هم باشته که خیلی سال مونده، الان یه خوی فرصت گیر آوردن که آها پس منم میتونم بگم. یه عده اومدن دارن میگن که خب ما داریم چیکار میکنیم، چه بلای سر ما اومده و دارن اتفاق و متاسفانه مثل هر جنبش دیگه هم یه عده از این جنبش سوء استفاده میکنن، یه عده مسخرهش میکنن، یه عده دارن میان عضو این جنبش میشن، عقده‌های خودشونو خالی میکنن، یه عده علکی تهمت میزنن تو این جنبش. خب اینا همه باعث میشه اون فردی که واقعا بهش تجاوز شده و داره از این راه استفاده میکنه کلی درگیر این ماجراها بشه، که نگم مثلا یکی گفت تهمت بود مثلا بردنش دادگاه مقصر شد، منم بگم نتونم اثبات کنم چی، منم میشم مثل اون. و خب خیلی دیگر اومدن گفتن، مثلا آقای گلزار، آقای نامجو، اینا هم همه اومدن گفتن. خب محمد رضا گلزار یه سوپر استاری بوده زمان خودش که مثلا بچه خوشگل سینما بوده دیگه، فرجام میرفته این و خب دخترم مجردم بوده، دخترم کم دروبرش نبود. خب ببین الان ببین مثلا همین گلزاره که شما مثال میزنی، اصلا جامعه تمایل داره به تخریب سلبریتی. یعنی مثلا ما اگه بگیم که پروفسور سمی این کارو کرده یا گلزار این کارو کرده، یه جوری انگار دلمون میخواد گلزار این کارو کرده باشه. پس یکی از مشکلات همینه دیگه، یکی اینه که توی ایران این جنبش تارگت شده سلبریتی، یعنی شده هنرمند، بازیگر، نمیدونم خواننده فلان. استاد دانشگاه که... من یادم استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه، معاون آموزش، اون که فیلمش اومده هستن، نمیدونم دیگه نماینده مجلس حالا اگه پخش میشه یه تیکه نمیشه. یعنی باز مال این جنبش به روز نیست، جنبش به روز نیست، ولی خب اینا دوباره نیومد بالا. نه آخه اصلا باید بفهمیم که هر آدمی میتونه این کارو بکنه، کاری به نماینده مجلسش نداره. بله هر آدمی ممکنه این چیز اخلاقی داشته. آره یه اتفاق به نظرم مثبته اینکه بیاد بررسی بشه آقا، اینکه نترسن علل خصوص خانم ها، چون اکثرا خب به خانم ها، برای خانم ها این اتفاق میفته، نترسن اعلام بکنن که این اتفاق براشون افتاده، حتما باید این کارو بکنن. اما این وسط یه سری اتفاق بعدم داره میفته، یه سو استفاده میکنن، یه لکه ننگی میشه توی کارنامه یک آدمی، مثلا محسن نامجو به قول تو وقتی میگن که تو تجاوز کرده، اگه نکرده باشه هم اکثریت آدم ها توی ذهنشون این تردید و این شک ایجاد میشه، شاید هم کرده و واقعا اگه این کار نکرده باشه چه ظلم بود، تجاوز شد الان به حقوق محسن نامجو اگر به دروغ بهش گفته باشن، این هم خودش یه نوع تجاوزه به نظر من. الان یه سوال بپرسم، الان من چون نمیدونم خب شما میدونین، نه الان یه چهره ایو میخوان تخریب بکنن، یک نفری یک خانومی میره با این آدم مثلا یه وارد یک رابطه ای میشه، ماجرای پرستو رو میگه، آره، و بعدش میاد میگه این آدم به من تجاوز کرده، در صورتی که اون با میل خودش اونجا بوده. آیا اون فرد میتونه اثبات بکنه؟ یعنی من چیزایی که خوندم مثلا راجع به تجاوز اینا میگفتن خیلی خوب بعد از تجاوز تمام مدارکتون جذب بکنین، مسواک نزنین، حموم نرین، لباساتون رو جمع کنین، آزمایشگاه برین، که همه این اتفاقات سندا هست. و
ولی خب اگر بگیم همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون طرف بره این کار از میل خودش انجام بده اونجا، ولی اون بنده خدا رو محکوم بکنه به تجاوز، برای تمام کیسایی که تا الان شده نمیگم. آخه یه مقاومتی هم باید باشه دیگه، مثلا اگه پزشک قانونی میره مثلا بالاخره مقاومت کرده یه اثری میذاره دیگه، مقاومته. آخه فیلم گانگلو اگه دیده باشین این صحنه رو میسازه با اون خانومی که میخواد این اتفاق بیفته، کاملا این مقاومت رو میسازه ساختگی و این کار رو میکنه. اما این چیزی که تو میگی خیلی دیگه خاصه، به نظرم الان نه اصلا راهی داره یا نه، چون این باب بشه این یه قانونه، یعنی اینو باید قانون گذار ببینه. خب ببین یه کار مونی یه جایی و میگه من کارو میخوام بکنم، بعد میگه تو من تجاوز کردی، چون میخواد اون یارو بزنه بترکونه و میزنه میترکونه، هیچ تا بیاد ثابت هم بکنه اوه اصلا دیگه نمیرسه. میخوام بدونم راهی هست برای این یا نه، چون همونطوری که الان با یه توییت از یه توییت دارن سوء استفاده میکنن که یه عده میخوان حقشون رو بگیرن از این ماجرای تجاوز و ظلمی که بهشون شده و تا حالا تریبونی نداشتن، حالا الان میان از این ماجرا میتونن سوء استفاده بکنن. این برای من سوال بود، یعنی همین چیزی که ما تو ذهن من میشه، خب اگه یکی بخواد یکی رو به ناهم همچین مسیری براش بچینه، راهی هست یا راهی نیست؟ من فهم میکنم خیلی سخت، یعنی بعضی از این موارد واقعا قابل اثباته. وقتی تعداد شوکات از یک نفر زیاد میشه، بالاخره یکی از این 10-15 نفر شاهد داره، بالاخره ده. خب بعد ببینید چقدر هم آدم موجهن، یعنی وقتی توییت ناشناس هستن نه نه قانونی دیگه، بیاد بره تو دادگاه، 10 تا شاکی مشخص داره، حقوقی حقیقی، میاد اونجا دلایلشو میگه، شواهدشو میاره. خود این آدم ها هم وسیله داره چه کسایی باشن دیگه، خیلی دیگه سخت بشه این همه آدم پیدا کرد علیه یکی کرد برای اینکه به هدفی رسید. مثلا باید ببینی این آدم ها با هم رابطه ای نداشته باشن، مثلا دو بله. دختر خاله نباشن، بله اینا دیگه واقعا چیز دیگه، کار قانونه. یعنی اگر من متهمم به اینکه به چند نفر تجاوز کردم، وقتی یک تحقیقات میدانی در مورد کاراکتر من بشه، کاملا میتونه دادگاه به این نتیجه برسه که این داره در مورد تازه زمانیه که اون آدمه چند سال قبل این کارو کرده. اگه به روز باشه ماجرا و سریع اومده باشن اعتراض داشتن، که خیلی راحت تر میشه اصلا اثباتش کرد یا نکرد. من فکر میکنم اصلا خانوم ها نباید بترسن و تقصیر خودشون هم نیست، به نظرم به خاطر تربیت. حالا من در مورد دنیا کاری ندارم، آمریکا نمیخوام صحبت کنم، علت هایی که توی کشور ما میتونه داشته باشه، تربیتیه که اتفاق افتاده که شرم میکنن از اینکه بگن این اتفاق براشون افتاده. دو، به خاطر محدودیت های قانونیه. تو اصلا چرا رفتی توی خونه یه مرد غریبه و نامحرم؟ این فکر میکنم یه مسئله ایه که قاضی خواهد پرسید کی به تو گفت بری اونجا، که بماند که به خیلی ها، یعنی یک نفر رو من میدونم که توییت کرده و خبرنگار بوده، رفته برای مصاحبه اینجوری گفته که من رفتم مصاحبه کنم با یاغداشلو، این اتفاق بر من افتاده و پشت ماجرا رو خانم لاله صبوری گرفته، بازیگر یه توییت کرده که از استاد بعید نیست، من شاگردشون بودم، میدونی. حالا باید اینجا دیگه قانون بیاد جلو، نمیشه همینجوری حرف پرت کرد، باید بیاد تحقیقات میدانی بکنه، شواهد بیاد، آدمهایی که مدعیان بهشون تجاوز شده بیان صحبت بکنن و فکر میکنم قانون اون قدرت رو داره که برسه به این نتیجه که این اتفاق افتاده یا نیفتاده. برای موارد خاصی مثل محسن نامجو، مثل ممرزا گلزار که همینجوری گفته میشه فقط، واقعا هیچ حکمی نمیشه صادر کرد. یعنی الان آدم به خودش میگه که خیلی خوب ذهن ما رو که منفی کردی، کردی یا نکردی این کارو. توی قضیه همین جنبش تجاوز میتو میتو که جنبش آمریکاییشه، اینجا الان یه هشتگی رو افتاده به اسم نه یعنی نه، نه یعنی نه. یعنی وقتی گفتم نه یعنی نه. آره جالب. من چند تا ایراده خیلی جدی میبینم. اول اینکه ما باید مخاطبمون فرای جامعه سلبریتی باشه، یعنی اگه میخوایم اونقدر جسارت داریم، خب مثلا بیایم از اقشار دیگه و مشاغل دیگه هم همچین چیزای عنوان بکنیم، مثلا بگیم آقا فلان همسایه من، سوپری آره، محل، سرایدار مجلس، خونه، نمیدونم این کاربر خاله، نمیدونم آره پدر فلانی، پدر مثلا پدر بزرگی فلانی، آره اینا رو باید بگیم. یعنی همونقدر که جسارت داری برای محمد رضا گلزار و دیگران هم داشته باشی. بعد مورد دوم این که ببین ما حد درستی نداریم برای اینکه آدم ها رو مجازات بکنیم. همین مثال بزنم که مثلا یه نفر در گذشته
یه کاری کرده و خودش هم متنبه شده، فقط هم مثلا یه بار این کار کرده. خب این آدم اصلا همچین آدمی نبوده، یه بار توی موقعیتی اصلا مست بوده، خب توی موقعیتی قرار گرفته یه کار اشتباه کرده، مثل خیلی از آدم ها که تو موقعیتهایی قرار میگیرن و اصلا قتل میکنن، خیلی اشتباه میکنن. خب دادگاه و قانون میاد چیکار میکنه؟ میاد اندازه اون جرمی که این آدم مرتکب شده اونو مجازات میکنه. مجازاتی که ما الان توی اینترنت با این کمپین رو داریم میکنیم مساویس با اعدام، یعنی آدم ها رو نابود میکنیم برای همیشه. خب اگه یه نفر اومده این کار کرده، به یه نفر ظلم کرده، حالا به یه پسر یا دختر تجاوز کرده و بعد متنبه شده، بعد یه زندگی جدیدی شروع کرده، اصلا این آدم خیلی فعال خوبی شده، اومده کلی کار مثبت کرده، اون دوره محکومیتش رو گذرونده، حالا ما بگیم اصلا نه دوره محکومیتش هم نگذرونده، باید مجازات بشه که اون نفری که بهش تجاوز شده چی میگن احقاق حق بکنه. این احقاق حق رو شما نمیتونی مشخص بکنه توی اینترنت با اون اعدامی که داری میکنه، اعدام شخصیتی که میکنی، این باید حدش مشخص باشه، یعنی شما برای جرمی که کردی به میزان جرمت باید مجازات بشی. اما مثلا کوین اسپیسی، فرهنگ عزیز که پشت دوربینی دوستش داری؟ کوین اسپیسی بازیگر بزرگ سینمای هالیوود و دنیا، زندگیش نابود شد، یعنی از پروژه سریال آره هاوس آف کاردز گذاشتنش کنار، پروژه ها رو باش کنسل کردن، رفقا و هنرمندا ازش دوری کردن، مردم متنفر شدن ازش، بهش حمله ور شدن و همین چند وقت پیش اثبات شد که کوین اسپیسی متجاوز نبوده و اون چند سالی که این اون تو شرایط گذروند کی پاسخگوئه؟ خیلی سخته همچین چیزی رو پاک بکنی از رو پیشونی یکی، وقتی این اتهامو بزنی واقعا راه برگشتی نیست. حتی خانوادهش به شک میکنن، چه برسه به غریبه ها، میگن خب شاید واقعا این کارو کرده. آره چون چیزیه که تو خلوت اتفاق بله. افتاده، شاهدم نداره و شما وقتی هم بگی بالاخره اون اثر گذاشتی. یه شمشیر دو لبه است، من معتقدم که حتما باید باشه، اما براش یک اصولی پیدا بشه، یعنی اگر یک نفر این هیچ اصولی براش پیدا نمیشه، تهمت رو زد و اثبات شد که تهمته، باید تقاصی پس بده و اگر کسی مورد تجاوز قرار گرفته چرا اصلا نمیرن سراغ قانون، چرا رسانه ایش میکنن؟ این مشخصه؟ همون دیگه، من اصلا مشکلم همینه. خب تو فکر میکنی به خاطر این که اونو دروغ میگن، اما شاید دلیلش اینه که قانون ازشون حمایت درستی نمیکنه، این ممکنه این باشه؟ خب آره قانون چرا اصلا اعتماد به قانون نیست؟ قانون آخر چیز داره، قانون یه اصولی داره، مثلا میگه شما مثلا ادله باید داشته باشی، وقتی ادله نداری اصلا قانون رد میکنه. یا مثلا اقرار باید داشته باشی، وقتی اقرار نباشه رد میکنه قانون. اینه که مثل ریاضی هم، مثلا ریاضی هم یه سری چیزها رو نیاز داری شما، این پیش نیازها جور نمیشه فقط بر اساس یه ادعا. حالا مثلا کوین اسپیسی رو گفتید، خیلی قضیه تلخیه، مثلا من خیلی بازیگر قوی و خیلی آدم درست سایه، بیام یه میلی هم هست برای پذیرش اتهام توسط عوام جامعه، یعنی اکثریت دوست دارن قبول کنن که مثلا من یه اتهامی رو شما وارد کنم، اکثریت دوست دارن بپذیرن اینو، این خیلی چیز بدیه. حالا خیلی بدتر میشه در مورد چنین چیزی که من مقایسهش میکنم با اعدام، یعنی شما طرفو کشتی دیگه، نابودش. راهکار چیه؟ راهکار ببین، قطعا اگه یه همچین چیزی باشه، یعنی یه شخصی چنین مشکلی داشته باشه، برای یه نفر اتفاق نیفتاده، من میگم این آدم ها باید با هم دیگه جمع بشن و حداقل اگر میخوان چنین جنبشی راه بندازن، اینترنتی هم باشه، بخوان آبروی یکی ببرن، به اون تعداد برسه و این آدم ها آدم های موجهی باشن. این آموزش هم خیلی مهمه درست بشه، چون ما یکی از بچه های فامیلمون، یه دختر بچه خیلی کوچولو موچولو 5-6 ساله، یه بار تو مهمونی من اومدم گفتم سلام چه دست که بهش زدم جیغ زد. بعد مامانش گفت دیگه داره پارسال، یعنی قبل از این داستان اصلا این داستان شروع نشده بود. بهش گفتم که آره، گفتم که این چرا جیغ میزنه، گفت آره من بهش گفتم هر کی به جز من و بابا دست زد جیغ بزن. چه عجیب. آره خیلی، یعنی یه مقدار این آموزش هم حالا این جریانات اتفاق میفته، تلخ هست، مریض تو جامعه هست، اما دیگه تو رو خدا درست دیگه. چیزی مطرح شد خیلی هم جلوشو گرفتم برای اینکه یه آموزش جنسی توی بچه ها داده بشه و سن پایین و جلوش گرفته شد. من فکر میکنم بخاطر اینکه ایرانیزه نبود آموزشه. خیلی خوب، اصلا بیا متد خودمون رو بگیم، یه چیه
هیئتی تشکیل بشه، بشینن با روانشناسا، جامعه شناسا بنویسن، یه کاری در یه کاری بکنن بالاخره برای آموزش دادن. اون به خاطر هدف آموزشه، اون مادر آموزش ندیده که چیکار کنه با بچه‌اش، بهش میگه که به دست جیب بزن. نمیشه که بابا با بزرگی همش دست بزن جیب بزنه. این همه آموزش هست دیگه، اون آموزش رو نرفته. اینقدر دسترسی همه چی به اطلاعات و به اینجا اتفاقات و شبکه مجازی تو اینترنت تو هر جایی راجع به ماجراهای جنسی زیاد شده واسه بچه 5 6 ساله یا حتی 7 ساله. پراکندگی اطلاعات زیاده، از همون آموزش زیاد نشده. یعنی من فکر کنم خود تنها راه فعلا راه سریع، چون ما الان اوکی میتونیم بگیم آره یه سند، یک مقاله، یک آموزشی تنظیم بشه تو تمام مدارس هم داده بشه، همه هم اوکی بشن. خب تا اون زمان الان میدونیم یه چیز خیالی، هم چیزی الان ساخته نمیشه تا قانونش تصویب بشه. تا چرا فکر میکنی خیالیه؟ به خاطر اینکه خیالی نیست، برای اینکه الان روند همه چیز سخته اینجا. اگه در بیاد آره اصلا چرا باید چون چیز حساسی بله. منطقی هم هست. سخت ببینیم، ما دو تا چیز داریم دیگه، دو تا مسئله داریم. ما که نمیتونیم الان بگیم آموزش چه جوری باشه، میتونیم بگیم واقعا آموزش نیازه. خب من میگم بهترین راه اینه که خودمون خانواده مسئول، یعنی به جای اینکه الان بچه رو آموزش بدیم، پدر مادرها رو آموزش بدیم که حداقل آموزش از خانواده به سمت بچه بیاد. چون مدرسه که الان بیشتر حالا واقعا نظام آموزشی ما تا حدودی دانش داره آموزش میده، بیشتر توان سوشالایز کردن و مهارت اجتماعی داره. بیشتر توان خوشحالی بچه‌ها رو میگیره. کاری که توان من خود داره. من بچه من یه بچه دار باشم، بچه‌م برای کسب مهارت اجتماعی میفرستم مدرسه. برای چیزایی که میخواد و آموزش‌های دیگه قطعاً نظام آموزشی خودمون الان انتخاب نمی‌کنم، چون فسیله، چون تارنکبوت گرفته همه جاش، چون کنده، اذیت میکنه، یعنی اصلا برچسب میخوره به درس. یعنی از اول ذهن یه آدم از نظر من برچسب میخوره به هر مطلب آموزشی، یعنی هر چیزی آموزشی همونه که تو مدرسه انگار میگه. مدرسه که نیست که، یعنی هر چیزی خسته کننده و آموزنده است یا بچه میگه مدرسه که نیست که، یعنی همین کامل تمام شد. میگم اون واقعا نیاز داره به یه جلسه دیگه. اون داستانهایی که دوستان ما پسرها اصلا تعریف میکنن از اتفاقاتی که توی دوران کودکی براشون افتاده و شرم کردن بگن و الان میگن حالشون بد میشه. ما یه آرشگر توی محلمون بود که اصلا خیلی آدم کثیفی بود و بعد بزرگای محلم یه بار یه جا خفتش کردن و ریختن و یه کتکم بهش زدن و آبروشو بردن. خیلی این قضیه اتفاق میافتاد و میفته، اما خب در گذشته بیشتر. میگم این چند تا مشکل هست، یکیش همین قضیه است که خب چرا الان همه حجمه و حمله ها سمت سلبریتی ها میشه، انگار یه کینه و یه چیزی هست که مثلا اینا خیلی حال میکنن، اینا خیلی پول در میارن، اینا خیلی زندگیشون خوبه، پس هر جا خواستیم حمله بکنیم بریم سراغ سلبریتی ها. موضوع بعد اینه که شما اصلا توی اثبات همچین چیزی خیلی مشکل هست، اما به بیرحمانه ترین شکل مردم اون طرف رو مجازات میکنن که اصلا دیگه دادگاه لازم نداره، اصلا مجازات لازم نداره، طرف میتونه خونش بره بیرون. ببین پس مردها هم تومه چنین اتفاقی هستن، ممکنه خیلی زیادتر هم باشه، ما اصلا آماری نداریم که ببینیم که مثلا توی جامعه چه اتفاقی افتاده، اما خب اون حساسیت ما رو خانوم ها بیشتر داریم. یعنی خیلی از آدم هایی که منزوی شدن امروز بخواد، چون اون اصلا گفتنش هم خیلی بدتره، چون شما الان مثلا میگی که خب جنس مخالفه خب بالاخره طبیعی بوده، مثلا یه مرد چیز معلوم الحالی مثلا به این تجاوز کرده، خب یه چیز مشخص، اما اونجوری اصلا خیلی شرم گفتنش هم خیلی بیشتره برای یه پسر بچه اتفاق بیفته بخواد بره توی خانواده مثلا تعریف بکنه چنین چیزی. یا شاید هم توی جامعه یه ما دسترسی به جنس مخالف چون کمه، مجبور میشن یک عده ای عقده‌های بله. جنسیشون رو روی جنس موافق خودشون تخلیه بکنن. بله. اینم یه علتش. و خیلی این باعث خودکشی شده، خیلی باعث منزوی بودن شده. جنبندی بخوایم بکنیم، نظر تو اینه که موج سلبریتی من میگم کلا چنین جنبشی اگر بخوای یه جنبش مدنی باشه باید تمام ابعاد ما در نظر بگیریم و توی همه جا و اینترنت هم در کنارش این جنبش شکل بگیره، از کانال‌های قانونی عبور بکنه، قانون وجود نداره، قانون براش وضع بشه. میگم خیلی 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 چیز اتهام پرهزینه‌ایه برای آدم‌ها
اگر ما به یه نفر این اتهامو بزنیم دیگه راه برگشت خیلی سخته. حتی یک نفر بیاد بگه شخص X فلان کرده، این توی ناخودآگاه میره و میام عوام جامعه تمایل دارن که بپذیرن اتهامات رو و دیگه راه پاک کردن چنین چیزی نیست، میام اعدام شخصیتی، فرهنگی، خانوادگی، همه چی نابود. و میام یه جنبش اگه بخواد شکل بگیره باید تمام اقشار رو پوشش بده و اینترنت هم خب متاسفانه راهی نداره برای اینکه شما بتونی حق از باطل خیلی توش تشخیص بدی. اوکی، مرسی. شما؟ من فکر میکنم این مشخص این نظرم گفتم که داره کمک میکنه به یه تابو شکنی توی ایران، ولی خب از نظر من اون افرادی که دارن اشتباه توییت میزنن یا به کسی تهمت میزنن دقیقا برابر همونی هم که دارن تجاوز میکنن، حتی شاید بیشتر. چرا؟ چون هم دارن آبروی در میزنن، همین که باعث میشن این جنبشی که داره کمک میکنه به افرادی که مورد ظلم قرار گرفتن هم دارن گل مالیش میکنن. واسه همین من خیلی میگم که مراقب اون افراد سوء استفاده گر باشن، حتی بیشتر، چون اونا خیلی ناخطرن. من فکر میکنم مهمترین مسئله ای که توی این ماجرا مهمه و اهمیت داره اینه که توی جامعه ما آموزش درست اتفاق بیفته و اون کسی که بهش تجاوز میشه تو نباید بترسی، اون کسی که تجاوز کرده بهت باید بترسه. و اگر هم به دروغ کسی تهمت میزنه به شخص دیگری، اون هم به نوعی متجاوزه. و امیدوارم یک جریمه درست و معقول برای هر متجاوزی وضع و اجرا بشه. مخلصیم، خداحافظ.